شنوندا با عرض سلام به برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. تمرکز بیش از حد بر پروژه های کوتاه مدت اقتصادی، رشد سرسام‌آور، فساد اداری، فقدان یک نگاه استراتژیک و بلند مدت به مسئله توسعه، توجه ناچیز به ایجاد تقویت زیرساخت های اقتصادی و افزایش فعالیت های غیر قانونی اقتصادی مانند قاچاق مواد مخدر از عواملی هستند که نگرانی ها در مورد اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان را افزایش داده است. برای بحث بیشتر در این مورد آقای خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری با ما هستند. آقای مایل سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه زیربنا. در نخست میخوایم در مورد از اینکه چقدر نگرانی بخش خصوصی در مورد خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان وجود دارد داشته باشم. سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان و بیننده های محترم تلویزیون. شما سلام احترامات تقدیم میکنم و روز خوب رمضان براتون میخواییم. همونطوری که شما فرمودین، سکتور خصوصی افغانستان نگرانی بهامنی، ناهمنی و مشکلات هایی که پیش بیایه و این نگران است و خاطر هزی نگرانی داره، چون سکتور خصوصی سرمایه گذاری کرده، فابریکا را ایجاد کرده و اگر خدای نخواسته افغانستان به طرف جنگ و به طرف بی‌ثباتی بره، ما نگران این هستیم که تمام زیربنایی که سکتور خصوصی ایجاد کرده و منتاج کرده، جور کرده نشه که خدای نخواسته این باز هم به تاراج بره و باز هم غیر فعال شود. ما از این راستا نگران هستیم و می‌خواهیم که به هر طریقی که میشه صلح باید در افغانستان بیاید، در رفتن خارجی ها و یا در بودن خارجی ها، که این نظام فعلی اقتصادی افغانستان صدمه نبینه. اگر این بار نظام فعلی افغانستان صدمه ببینه، و یقین که دوباره باز هم نظام اقتصادی افغانستان تیار شدنش و یا آماده شدنش مشکل است. شما و تمام هموطنان ما میدانیم که یک بار تمام زیربنای اقتصادی کشور، چه فابریکات دولتی و چه فابریکات خصوصی، تمام زیربناها از بین رفت، تخریب شد، به تاراج برده شد و صدها مشکل پیش آمد. ولی بازم سکتور خصوصی افغانستان در این مدتی که همین بود در افغانستان، میتونیم امن نسبی بود افغانستان، با تعامل تمام مشکلات ها تانستن که یک بار دیگه صنعت افغانستان، تجارت افغانستان و زیربنای اقتصادی افغانستان اینا فعال بسازن و عیار بسازن و آماده بسازن، با وجودی که صدها مشکل در مسیر سرمایه گذار و در مسیر صنعتکار، در مسیر تاجر بود، ولی با قبول هر نوع مشکلات، چون احساس وطن دوستی و احساس وطنشان و دوستی با وطن و مردمشان همی برشان انگیزه بود که ما باید افغانستان بسازیم و افغانستان از طریق اقتصاد خوب ما باید بسازیم. اگر اقتصاد خوب نداشته باشه افغانستان، هیچگاه افغانستان. بله آقای مایل، اگر صدای مرا دارید میخوایم سوال دیگر را مطرح بکنم که تا کنون که نیروهای خارجی و آمریکایی در افغانستان حضور داشتن، چقدر توجه و کار روی جلب سرمایه گذاری در افغانستان صورت گرفته؟ ما در بودن نیروی خارجی در افغانستان در راستای سکتور خصوصی، الهی که مؤسسات سرمایه گذار و مؤسسات بنیادگری که در راستای اقتصاد کار میکرد، او موضوع جدایی بوده که در اقتصاد افغانستان تانستن کمکایی را بکنن و تانستن حمایت بکنن. اما در کل نیروی نظامی خارجی ای به سکتور خصوصی ارتباط نداره و سکتور خصوصی تنها چیزی را میخواهد چی از نیروهای دولتی و یا در وجود نیروهای خارجی و همی را میخواهد که باید در یک امن بدشان باشه که شرایط سرمایه گذاری و بزنس برشان میسر شود. حالا ما تقاضا هی را داریم که اگر نیروهای خارجی هم میره، دولت افغانستان با طالبا متحدن افغانستان دست به ساختنش بگیرن و نه خدای نخواسته دست بر ویران شدنش. اگر دوباره به طرف ویران شدن برم، ما فکر میکنم که این بار افغانستان
خدای نخواسته و قهقرا میره و ما هم در یأس و ناامیدی میریم. بله آقای مایل، چه فکر میکنید که چقدر بازرگانان و سرمایه گذاران نگران خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند و تا کنون چه فکر میکنید که چقدر فرار سرمایه، فرار بازرگانان از افغانستان صورت گرفته مبنی بر از اینکه نگرانی داشته باشند بر تامین امنیتشان؟ فرار سرمایه و یا سرمایه گذار افغانستان در موقعی که نیروهای خارجی هم در افغانستان بود، او ایده از سرمایه گذارا و یا تاجرا که از افغانستان فرار کردن، در موجودیت نیروهای خارجی هم فرار کردن و علت فرار سرمایه و یا سرمایه گذار بدامنی و ناامنی بود که در مقابل سکتور خصوصی و یا مردم افغانستان بود، که به یقین که تاجرایی که رفتن با مشکلات های روبرو شدن و مجبور شدن اونا رفتن سرمایهشان انتقال دادن و یک هده دیگه هم که به خاطر از این که در امن بانن انتقال دادن. ولی با وجود تمام این مشکلات ها هنوز هم سکتور خصوصی افغانستان در کنار مردمش با یک نیروی قوی استاد است، تجارت میکنن، صناعت میکنن، فعالیت تجاری میکنن، با وجودی که صدها مشکل در مسیر راه ها دارن، با وجودی که صدها مشکل در گمرکات دارن، با وجودی که صدها مشکل با قانونای گمرکات و قانونای که در افغانستان از بحث مالیات و سایر چیزا میره، مگم سکتور خصوصی افغانستان با عمود دیدگاه وسیع وطن دوستانی که در مقابل وطنشان داره، همین اکنون هم در کنار مردم افغانستان هستن و هنوز هم سرمایه گذاری میکنن، هنوز هم زیربنای اقتصاد جور میکنن و هنوز هم میخواین که در این کشور باشند و در کنار مردمشان باشند. اما تقاضای سکتوری است که با بودن نیروی خارجی و با رفتن نیروی خارجی باید افغانستان به طرف جنگ نره و افغانستان به طرف یک صلح بره و یک همپذیری بره، تا باشه که ما بتانیم بر همو زیربناهایی را که با هزاران مشکل ایجاد کردیم از او فعالیت کنیم و او را بتانیم که در اختیار مردم باشیم و بتانیم که زیربنای اقتصادی کشور را ساختار کنیم و در ساختارش ما با ما کمک شوه، یعنی هماهنگ شوه، امنیت ما گرفته شوه، مشکل امنیتی نداشته باشیم و همچنان صدها مشکل دیگه. ما خواهان عزیزیم، سکتور خصوصی از این ناحیه نارام هست که در افغانستان به طرف ناامنی بره، وضعیت ما چی خواهد شد؟ بله آقای مایل، چقدر امیدوار بر این هستین که سکتور دولتی، حکومت و مسئولین در این مورد برنامه مشخص و کارایی را داشته باشه برای از اینکه جای خالی زیاد در بخش اقتصادی دیده نشه پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان؟ آیا از نظر شما توانایی طرح برنامه مفید را دارن؟ ولی متاسفانه اگر تطبیق نشودن ما میتونیم بو علتش و یا دلایلش ناامنی و بی‌امنی بوده، ولی با وجود ناامنی و بی‌امنی و مشکلاتی که دولت هم درگیر جنگ و درگیر موضوعات سیاسی هست، ولی بازم توجه جدی سر ساختار سکتور خصوصی داره، و سکتور خصوصی هم صادقانه در کنار مردمشان استاد است و همین اکنون که شما میبینین مشکل داریم، ولی باز هم ما در هر گوشه و کنار افغانستان سعی بکنیم سرمایه گذار هنوز هم هست، سرمایه گذاری میکنه، تولید میکنه، تجارت میکنه. این باعث ازی هست که مردم شانه نمیخوان که تنها بزاره. بله، چقدر سکتور خصوصی آمادگی داره برای اینکه پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کاهش رشد اقتصادی به وجود نبیه یا اینکه بتونن برنامه‌ای را داشته باشن برای بدیل؟ چقدر روی ازی کار کردن سکتور خصوصی؟ سکتور خصوصی با این دیدگاه هست، اگر در رفتن نیروهای خارجی خدای نخواسته افغانستان به طرف جنگ بره و با یقین که متضرر خط اول سکتور خصوصی افغانستان است. اگر به طرف جنگ نره، به طرف صلح بره و سکتور خصوصی افغانستان است که یک بار دیگه اقتصادی کشور را میتونه با پای خود استاد کنه، تمام امکانات تولیدی و تمام امکانات داشته های زیر بنایی مردم افغانستان و هنوز هم از معادین ما تا هنوز دست نخورده و تا معادین داریم که ما میتونیم اخراج و وسط ها جاهایی داریم که در جهان نامی هست. ولی ما میخواییم که اگر با
رفتن نیروهای خارجی صلح بیاید و مخالفین دولت با دولت، تحریک طالبا با دولت تفاهم بکنند. سکتور خصوصی افغانستان آماده هست که در کنار مردمشان از این روز کده قوی تر و از این روز کده بهتر و از این روز کده پرتلاشتر در سرمایه گذاری و در ساختار اقتصادی شبهشان تلاش. بله آقای مایل، چقدر تولیدات شرکت های داخلی در افغانستان مورد مصارف نیروهای خارجی قرار می گرفت که حالا اگر بخواین اینا بیرون شوند که این تولیدات داخلی چقدر مصارفشان میتونن که مردم افغانستان یا مصرف کنندش خود مردم افغانستان باشه و بتونه که بدیل بر از اونا باشه؟ چون گزارش هایی میرسنه که موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان همون قدر باعث شده که از تولیدات داخلی استفاده بکنن و چیزی که در افغانستان هست اونا مصرف بکنن. متاسف هستم، تولیدات افغانستان بر مردم افغانستان است و نیروهای خارجی کمتر از تولیدات افغانستان استفاده میکردن و حتی به همون شکل نیروهای خود دولتی دولت افغانستان. ما علاقمند به این هستیم که تولیدات ما نه تنها وابستگی بر نیروهای خارجی داشته باشد، تولیدات ما بر مردم افغانستان و حتی بر صادر کردن آماده باشد. در این شکل نیست یک تعداد کسایی که با مؤسسات خارجی کار میکردن در ساختمانی ها و در کامران و یا در قراردادی های اکمال کردن مواد مورد ضرورتشان شاید اینا متضرر شوند، ابو کارشان هست نسبتا لحام سکتور خصوصی افغانستان و وابستگی نیروهای خارجی نداره که تمام سکتور خصوصی افغانستان وابسته بر نیروی خارجی بوده باشه و یا نیروی خارجی نفت ببره. سکتور خصوصی افغانستان در قدم اول در خدمت مردم افغانستان و ما اگر بتانیم ضرورتهای خود مردم افغانستان اکمال کنیم، تولید بکنیم و درست بکنیم، من فکر میکنم ما بسیار یعنی یک سکتور موفق هستیم. ما در این راستا تلاش داریم که تولیدات ما با کیفیت، تولیدات ما با کوالتی باشه و تولیدات ما مطابق معیارهای روز باشه تا تمام مردم افغانستان از او استفاده کنه و در پالویش اگر نیروهای خارجی دیپلمات ها و کسی هم که در افغانستان می بوده باشه اونا هم از این استفاده بکنن. ولی ما مختص تولیدات این نداریم، پور مختص بر نیروهای خارجی بوده باشه. اگر نیروهای خارجی رفتن و تولیدات ما از برای خود مواجه شود یا تولیدات ما نشود، در این چک نیست که همون ساختمان و بعضی کارهایی را که بله آقای مایل، قرار بود که بیشتر موارد استفاده وسایل و مواد خوراکی نهادهای دولتی و به ویژه نیروهای امنیتی از تولیدات داخلی کشور استفاده شود. آیا چنین چیز مهیا شده یا چنین توقعی پوره شده تا کنون به ویژه بر نیروهای امنیتی از تولیدات داخلی استفاده میشه؟ دولت جفور کشور متقاعد به این بود که تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تولیدات داخلی استفاده کنند. در این شکلی استفاده کردن و یک مقدار نظر و مشکلات هایی را که طور تولید ما داشت و نسبت از این که مشکلات کرونا و ده ها مشکل دیگه در شرایط افغانستان بدگی در او راستا داشتیم، تولید ماده ها میره که با عرض دیم داشتیم و او با موقع با از این که از تولیدات وطنی ما باید نیروهای دفاعی و امنیتی دولت استفاده بکنه، هم سکتور خصوصی آماده هست و هم دولت در این راستا تصمیم دارد.
بله آقای مایل، چه فکر میکنید که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بیشترین نگرانیش عدم امنیت هست؟ این چقدر میتونه که کار روند استخراج و تثبیت محلهایی که در اونجا معادن وجود داره را به کندی مواجه بسازه، یا در کل تا کنون این روند چگونه به پیش رفته با حضور نیروهای خارجی در افغانستان؟ چقدر این حضور باعث شده که تامین امنیت شود و بعد از اون معادن استخراج شود، یا اینکه محلات تثبیت شود به خاطر موجودیت معادن؟ این روند چقدر میتونه که کاهش بده و چگونه تا کنون پیش رفته؟ شما و ملت ما شاهد است که در این دو سه سال اخیر با وجود بودن نیروهای خارجی هم ما امنیت خوبی نداشتیم و مشکلاتی را در سرتاسر ولایت‌های افغانستان داشتیم، ولی ما اصلا خواهان هزی هستیم. اگر نیروهای خارجی می باشد و اگر نیروهای خارجی می ده، دولت افغانستان به طرف صلح قدم بگذاره و صلح با قیمت بسیار بالا بخره تا باشه که ما در هر صورتش بتانیم در امن زندگی بکنیم. اگر امن بود، ما برای اخراج معادن و به تمام کارهای زیربنایی اقتصادی رسیدگی کرده میتونیم، و اگر خدای نخواسته صلح نبود، ما به یقین که هیچ کاری را کرده نمیتونیم. شما در جولیان هستیم، بسیار بزرگ بزرگ سرمایه گذاری های دولت با سکتور خصوصی در روی دست داره، ولی ما میتونیم بگیم که ناامنی هایی که در این دو سال از سه سال اخیر بوده، اینا با کندی مواجه شدن و بالاخره با اون سطحی که باید انکشاف میکرد با اون سطح انکشاف نکرد. ولی با وجود در کفام، ما امیدوار هستیم که نشست ترکیه یک نشستی باشه که صلح سرتاسری نصیب مردم افغانستان شود و مردم افغانستان بتانند در یک صلح سراسری زندگی بکنند، و با یقین که در صلح همه چیز از خیر، برکت، صلح، امنیت، همپذیری و بالاخره بازسازی، تمام چیز ما در صلح میبینیم. اگر صلح نباشه، اگر نیروهای خارجی هم در افغانستان باشه و اگر نیروهای خارجی هم بره، که صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان صلح به میان نبیه، ما فکر میکنم باز هم ما در کنم طور یک بدامنی و ناامنی قرار داریم. بله، این همه چقدر آقای مایل باعث میشه که کاهش ارزش پول افغانی به وجود بیاید و یا هم در قیمت ها افزایش به وجود بیاید؟ زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، این سلسله چگونه خواهد بود؟ در راستای قیمت ها و وابستگی آنچنانی عدفتان، اگر قیمت های اثار بوده باشه و یا قیمت جنس اگر بوده باشه، قیمت جنس وابستگی برای نیروهای خارجی نداره، قیمت جنس برای مارکت های جهانی داره، و اگر در مارکت های جهانی قیمت بالا رفت، در افغانستان هم بالاست، و اگر در مارکت های جهانی قیمت پایین بود و در افغانستان هم پایین نیست، با افزود بر علاوه به این که در مسیر راه ها ما فعلا میتونیم بگوییم که دو تکس میتیم، یک تکس دولتی که در دولت افغانستان در گمرک محصول میکنیم و یک تکس هم در مسیر راه ها و تحریک طالبان یا امارت اسلامی تعرفه میتن و تحویل میکنیم. این دو تکس بالای افزایش قیمت ها میشه و مردم ما که هم درآمد نداره و هم مشکلات اقتصادی دارن، ما میتونیم که یک تعداد بسیار زیادی از مردم ما در بیکاری و فقر زندگی میکنن و اونا با یقین سخت ما میشه و حتی توانمندی خرید شده. بله، چقدر تا کنون افغانستان به خودکفایی اقتصادی رسیده و میتونه که بودجه عادی را بیشترش را از خود تامین بکنه؟ متاسف هستم که ایره باید در سخنگوی دولت بگوید که چقدر به خودکفایی رسیده. ما در این راستا نمیتونیم بگوییم که چقدر به خودکفایی رسیده. هدف از خودکفایی درآمد دولت و یا جمع‌آوری مالیه و محصول و عواید دولت است که او هنوز ما میتونیم بگوییم به شکل که هنوز به شکل درستش تنظیم نشده و هنوز به شکل درستش یعنی در خزانه دولتی در آمدا و یا ای حواید نمیره، که ای هم میتونه کسر حواید و یا کسر در آمدای
بله، چه فکر میکنین آقای مایل، چرا سیاست اقتصادی کشور و یا هم کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن بیشتر پروژه هایشان کوتاه مدت میباشه و نمیتونه که برای زیر ساخت ها سودمند واقع شود؟ چرا این گونه یک سیاست اقتصادی است و بیشتر کشورهای کمک کننده هم پروژه های کوتاه مدت تحویل افغانستان میدن؟ از اولین روزهایی که نیروهای خارجی و افغانستان آمد و در افغانستان مدیریت درست نشد تا اکنون که باید کمک‌هایی که کامران با سازی اقتصاد و ساختهای افغانستان می بود ای به شکل زیربنایی مدت می بود متاسفانه اما پروژه ها به شکلی درحد بود که ما از این ناحیه دگران در مجموع و وضعیت اقتصادی افغانستان هستیم. ای کاش که از طرف دولت افغانستان مدیریت می شد و در اون وقت تمام ساختارهایی که صورت گرفته بود و تمام زیربناهایی که صورت گرفته بود، تمام پروژه‌هایی که بود با مشوره دولت افغانستان می شد و یا مدیریت شد دولت افغانستان می کرد، فکر می کنم برای کی مشکل ما روبرو نمی شدیم. ولی متاسفانه در وقت بعد دلایلی که بوده دولت افغانستانی در مدیریت کرده نتوانست و یا مدیریتش به دولت افغانستان سپرده نشد و یا به هر دلیلی بود ما از این ناحیه متضرر هستیم. تمام ساختارهایی را که ما میبینیم در افغانستان که توسط نیروهای بین المللی شده اینا کلش متامدد و کلشان میتونیم بگویم یک بار مصرف است و آنچنانی اگر در سطح نظامی برای خودشان شده باشه زیربنای قوی ولی در ساختارها نشده، ولی باز هم با درآمد یا یک تعداد مردم ما مصروف کار بود و یک تعداد مردم ما در این پروژه ها و در اینا درآمد داشت، باز هم یک درآمدی برای افغانستان بود. اگر چه در این فلسفه زیاد است که او درآمدا با او شکل کافیش در افغانستان مصرف نشد، باید مصرف میشد، ولی در کل بازم او هم میتونه جز درآمدایی که برای افغانستان و جز کاری بود که یک تعداد برای هموطنان ما ایجاد کار شده. بله آقای مایل، فساد اداری، فساد در گمرک ها چقدر باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور شده و چقدر مسئولین میتونن که کنترل بر چنین چیزی داشته باشند در حال حاضر؟ جمعی اواخر که شما شاهد هستین هر روز مشکلات های در سطح مملکت در مورد فرار مالیه و یا در مورد نابسامانی های گمرکات بنادر وجود دارد که اینا باعث از یک طرف متضرر شدن سکتور خصوصی افغانستان شد و از یک طرف هم باعث از این شد که مردم عام متضرر شد و مردم عام ضرر دید. و به طور مثال ما میگیم که آتش سوزی هایی که صورت گرفت، آتش سوزی اسلام قلعه، این بزرگترین یک صدمه بود که در پیکر اقتصادی افغانستان و در پیکر اقتصادی سکتور خصوصی افغانستان و دلایلش هم که به شکل درستش بررسی شد و یا نشد باید بررسی میشد، عاملش باید پیدا میشد، عاملش به چنگال قانون سپرده میشد و تاجرها و یا سرمایه گذارهای کوچک و بزرگی که در اونجا از فعالیت باز ماندن و از داشت و نداشتشان اونجا تومه حریق شد. اینا کلش پرابلم است و همونطور رابندی ها و سایر مشکلات هایی را که ما در همین 3-4 ماه اخیر داشتیم در یه هم سکتور خصوصی افغانستان و هم مردم افغانستان متضرر شدن. ما هر دویش میگیم افغانستان متضرر شده، اگر سکتور خصوصی افغانستان هم متضرر میشه ملت افغانستان متضرر میشه و اگر دولت هم متضرر میشه ملت افغانستان متضرر میشه، اگر مردم افغانستان هم در یک فقر قیمتی و در یک نابسامانی ها و بیکاری به سر میبره باز هم اینا بار دوش ملت و دولت افغانستان هم. در هر حالت ما فقط آرزوی صلح داریم، خواهان صلح هستیم، سکتور خصوصی افغانستان هم بر همیش صلح میخواهد که به هر قیمتی که شود صلح باید بیاد در این وطن، بلکه ما بتانیم که این وطن که ویران شده و این وطن پارچه پارچه خود عمران کنیم، بازسازی بکنیم و در این جای کار ایجاد بکنیم و اینجا مردم ما را مسئول کار بسازیم که مردم امروز ما بسیار نگران هستیم، جوانای ما که نیروی قوی کار
بودن در افغانستان. متاسف هستم که نظر به مشکلات های بیکاری که در دولت هم جذب نشدن و در سکتور خصوصی هم کار نیافتن و مؤسسات خارجی هم کارشان یعنی کاهش یافت، از این لحاظ اینا فرار کردن رفتن بر کشورهای همسایه. یک وقتی که اینا برمیگردن یک تعدادش خوب است، دستخوان متخصص میگرده که بازم بر افغانستان نیاز است و یک تعداد دیگه بله. دیگه آقای مایل در کل تحلیل شما چه است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاهد چنا یک وضعیت اقتصادی خواهیم بود تا اینکه دولت و مسئولین بتوانند که ایر کنترل بکنند؟ ما در این راستا دو تحلیل داریم و یا به دو وریان می نگریم. اگر با رفتن نیروهای خارجی صلح وارد افغانستان شود، صلح بیاید در افغانستان، و یقین که ما مشکلی نمی داشته باشیم و انشاءالا می کنیم اقتصاد عدم پاشیده افغانستان جور بکنیم. و اگر با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، خدای نخواسته افغانستان وارد یک جنگ تازه شود و در اون صورت ما سکتور خصوصی افغانستان سکتور می دانیم که در قدم اول متضرر و سکتور می دانیم و این تمام دار ندار ما و روی سرمایه گذاری ها هست و روی فابریکا هست و روی زیربنا ها هست. خدای نخواسته یک بار دیگر ما این خواد که از دست داد. در این راستا ما یگانه شعار ما شعار سکتور خصوصی همی است که ما صلح می خواهیم، آرمان ما صلح هست و به هر قیمتی که میشه صلح باید وارد افغانستان. بله تشکر از شما آقای مایل که در این بحث با ما بودین، موفق باشید. تشکر از شما و از بیننده‌های عزیز. و بیننده‌های عزیز این هم چگونگی نرخ ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. و حال هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتون.